فصل هفتم. فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می‌خورند. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دستهای خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند. و وقتی از بازار می‌آمدند تا خود را نمی‌شستند، چیزی نمی‌خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله‌ها و دیگ‌ها و کاسه‌های مسی را رعایت می‌کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند: چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی‌کنند، بلکه با دست‌های ناپاک غذا می‌خورند؟ عیسی به ایشان فرمود: اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نموده. وقتی گفت: این مردم مرا با زبان عبادت می کنند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائض الهی تعلیم می دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیده اید. عیسی همچنین به ایشان فرمود: شما احکام خدا را با زرنگی کنار می‌گذارید تا رسوم خود را به جا آورید. مثلا موسی فرمود: پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید سزاوار مرگ است. اما شما می‌گویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر اجازه نمیدهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند. به این ترتیب با انجام رسوم و سنت‌هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خنسا می‌نمایید. شما از این قبیل کارها زیاد می‌کنید. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خوان و با آنها فرمود: همه به من گوش بدهید و این را بفهمید. چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. هر کس گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی از پیش مردم به خانه رفت، شاگردان درباره این مثل از او سوال کردند. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد؟ چون به قلب او وارد نمی شود، بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: آنچه که آدمی را نجس می سازد، چیزی است که از وجود او صادر می شود. چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدمکشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. بعد از آن عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته به خانه‌ای وارد شد و نمی‌خواست کسی بفهمد که او در آنجاست، اما نتوانست پنهان بماند. فوراً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک بود از بودن او در آنجا اطلاع یافت و آمده جلوی پای عیسی سجده کرد. او که زنی یونانی و از اهالی فنیقیه سوریه بود، از عیسی خواهش کرد که دیو را از دخترش بیرون کند. عیسی به او فرمود: بگذار اول فرزندان سیر شوند. درست نیست نان فرزندان را گرفته و پیش پای سگ‌ها بیندازی. زن جواب داد: ای آقا، درست است، اما سگ‌های خانه نیز از خردریزهای خوراک فرزندان می‌خورند. عیسی به او فرمود: برو، به خاطر این جواب دیو از دخترت بیرون رفته است. وقتی زن به خانه برگشت دید که دخترش روی تخت خوابیده و دیو او را رها کرده است. عیسی از سرزمین سور برگشت و از راه سیدون و دیکاپولوس به دریای جلیل آمد.
در آنجا مردی را پیش او آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد با آسمان نگاه کرده آهی کشید و گفت افتح، یعنی باز شو. فوراً گوش‌های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می‌زد. عیسی به آنان دستور داد که به کسی چیزی نگویند، اما هرچه او بیشتر ایشان را از این کار باز می‌داشت، آنها بیشتر آن را پخش می‌کردند. مردم که بی اندازه متحیر شده بودند می‌گفتند او همه کارها را به خوبی انجام داده است، کرها را شنوا و لالها را گویا می‌کند.